در این روزها چشم‌ها به رقابت این دو نامزد برای تصاحب کاخ سفید دوخته شده. انتخاباتی که تا حدودی روال زندگی مردم آمریکا طی 4 سال آینده را مشخص می‌کند، اما قادر است تأثیرات بزرگی در سرنوشت ساکنان خاورمیانه از جمله ترکیه داشته باشد. تصمیمات دونالد ترامپ و کاملا هریس برای منطقه خواه ناخواه بر ترکیه به عنوان تنها متحد ناتو در شرق میانه تأثیر خواهد گذاشت. به رغم برخی تفاوت‌ها در سیاست خارجی هر دو ترکیه و آمریکا، میشه با انتخاب ترامپ امیدوار بود که برخی تنش‌های منطقه‌ای مدیریت بشه، ولی با توجه به نقش اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا فرق نمی‌کنه که هر رئیس جمهور انتخاب بشه، حمایت آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. اما اسرائیل تنها نقطه اختلاف ترکیه و آمریکا در منطقه نیست. بیش از 1 دهه است که شمال سوریه محل نزاع خاموش ترکیه و آمریکاست. در حالی که حضور شبه نظامیان کرد در مرزهای جنوب غربی ترکیه اصلی ترین مشکل امنیتی این کشور محسوب می شود، آنکارا برای پایان دشمنی 40 ساله با PKK آستین بالا زده. برخی احزاب مخالف و نظامیان در ترکیه معتقدند که PKK مثل گذشته قدرت نداره و قدرت PKK و نظامیان PKK در یگانهای مدافع غرب جذب شدند و حمایت پلیس یا ترامپ از این یگانهای مدافع غرب ادامه پیدا خواهد کرد و این یکی از نقاطی خواهد بود که باعث ایجاد تنش در روابط آنکارا با واشنگتن در ریاست جمهوری آینده خواهیم بود. در میانه جنگی که هنوز نامی بر آن گذاشته نشده، جنگ تمام عیار روسیه با اوکراین ادامه دارد. در این بین نگاه نرمتر ترامپ به پوتین در مقایسه با هریس می تواند به فرصتی برای ترکیه تبدیل شود. ترامپ بارها ادعا کرد که میتونه پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور این جنگ رو خاتمه بده و با توجه به روابطش با روسیه شاید بشه ادعا کرد که بتونه تفاهم برسه و با توجه به روابط ترکیه با اوکراین و روسیه میکنم بیشتر برد رو میتونه آنکارا داشته باشه. هرچند نیم نگاه ترکیه به فرصت‌های اقتصادی شرق معطوف است، اما نقش تصمیمات آمریکا در اقتصاد ترکیه قابل چشم پوشی نیست. تمرکز ترامپ بر روی تولید داخلی، افزایش قیمت صنعت داخلی خواهد بود و این به معنای افزایش تعرفه بر روی واردات کالاهای مثل فولاد و آلومینیوم ترکیه هم خواهد شد. اعمال تعرفه هم خواه نخواه میتونه باعث ایجاد تنش در روابط ترکیه و آمریکا بشه. در میان تمام گمانه‌زنی‌ها، اما واقعی ترین قسمت داستان آنجاست که بخشی از سرنوشت ترکیه نیز مانند هر کشوری در خاورمیانه در دستان رای دهندگان آمریکایی است. فریزیا ثابتی، آنکارا.